خانمان مرا با اوش دورایلا دیملره لره خانم ها آقایون عزیز سلام خیلی خوش آمدید به این درس از اصطلاحاتمون امروز میخوایم با همدیگه یه سری اصطلاح جدید یاد بگیریم و ایشالله که توی مکالمات روزانتون بتونید ازش استفاده بکنید پیشنهاد هم بهتون اینه که این درس ها اصلا از دست ندید چون خیلی کاربردیه بردیه قبل از رفتن سراغ درس بفرمایید سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره درس باشنی روز خب بچه ها شروع کنیم با اولین اصطلاحمون اکان سولار دورمک اکمک یعنی جاری شدن حالا اکان یعنی اونی که جاری شده سو که میدونید به معنای آبه و دورمک یعنی ایستادن اکان سولار دورمک یعنی آبهایی که روان و جاری هستش بایسته استاپ بکنه ببینیم ما این اصطلاح رو کی باید استفاده کنیم و چه شکلی؟ گفته که karşı çıkılacak bir durumda bunu önleyecek bir kanıt karşısında söyleyecek bir söz kalmaması anlamında kullanırız. Tike tike belirinmiş کارش یعنی مقابل درو موقعیت انلیجک یعنی جلوگیری کردن کانت دلیل کارشسی سو مقابلش سویلیجک گفتنش سوز حرف کالمک موندن کالمامک نموندن آنلام معنا و روز یعنی استفاده میکنیم حالا یعنی چی؟ میگه که وقتی تو یه موقعیتی هستیم که در مقابلش قرار میگیریم نمیتونیم از این موقعیت جلوگیری بکنیم حرف در مقابلش نداریم که بزنیم یه سری دلایلی جلوی ما میذارن که ما مقابلش لال میشیم هیچی دیگه نمیتونیم بگیم توی این حالت از این معنا استفاده میکنیم پس کیا وقتی همه چیز داره طبق روال پیش میره یهو یه اتفاقی میفته یه نفر میاد یه چیزی میزنه رو میز و ما استوب میکنیم اون شرایطمون اون حالتمون میشه اکانسولار دوردو Mesela sağlam kanıtlar gösterdi و اکانسولار sular دلایل سالم دلایل درست حسابی آورد نشون داد و چی شد همه چیز وایستاد همه اون روالی که داشت پیش میرفت استاپ کرد اصطلاح بعدی اکل آلمک عقل یعنی عقل و آلماک یعنی گرفتن اینجا اصطلاحا از مشورت گرفتن استفاده میشه مثلا بریندن یول گسترمسینی اکل ورمسینی استمک بریندن یعنی از یک نفری یول راه گسترمک نشان دادن اکل ورمک یعنی مشورت دادن ایستمسینی خواستن یعنی اینکه وقتی از یک نفر میخوایم که به ما چکار بکنه راه رو نشون بده راهنمایی بکنه یا به همون یک مشورتی بده مثلا انسان اکل آلمکتان چکین مملی چکین مک یعنی خجالت کشیدن اوکی okay. مثلا من میرم از بابام پول میخوام بگیرم و با خجالت اینو بهش میگم مثلا میگم بابا میشه به من مثلا یه ذره پول بدی یا قرض بدی این حالتی که تو وجود میاد میشه چکین مک اینسان اکل المکتان چکین مملی یعنی انسان نباید از مشاوره گرفتن خجالت بکشه بریم اصطلاح های بعدی asla ha badi hast akıl durdurmak, yağa göreftiğin akıl ve manayı aklı ve durmak ve manayı istadan durdurmak istad nüden inanılacak gibi olmayan insanın aklını durduracak deli şaşkınlık verici olan şeyler için kullanırız. این ماک باور کردن اینجا میگه با فعل اومایان وقتی میارتش داره منفیش میکنه میگه چیزهایی که اصلا نمیشه بهش باور داشت نمیشه اعتقاد و ایمان بهشون داشت انسانان اقلن دوردورجاک دنلی جوری که عقل آدم از سرش هوش از سرش بپره شاشقنلک ورجه اولان شیلر چیزهایی که شاشکلنک یعنی تعجب چیزهایی که شما رو به تعجب بیاره بر بی انگیزه ایچین کلان روز برای همچین چیزهایی ما استفاده میکنیم پس اقل دور یعنی هوش از سرپریدن یه همچین چیزی رو میتونیم استفاده بکنیم ناسه کلان سیر بازلار اکل دور دور شیلر یا پیار باز یعنی اینهایی که شعبده بازی میکنن میگه شعبده بازها کارهایی انجام میدن که خوش از سرت میپره چرا؟ چون نمیتونیم اینا مک بهشون بکنیم باورشون بکنیم یا خارج از تصور ماه پس هر وقت اتفاقی که میفته خارج از تصورمونه نمیتونیم باورش بکنیم خوش از سر ما میپره بهش میگیم اکلم دوردو یعنی من دیگه هوش از سرم پرید. اصطلاح بعدی هست اکل اتمک. اکل که اقل و اتمک یعنی انجام دادن مثلا دیدید یه فکر بکری یه ایده به ذهنمون وقتی میرسه میگیم اه یه چیزی تو ذهنم اومد و اون اتفاق اون اتفاق خوب است ببینیم یعنی چی دشینرک ایشه یارار بیر اؤنلم آلماک بیر شیی دوشونمک و اویقولاماک دوشونمک یعنی فکر کردن اندیشیدن ایشه یارار یعنی مفید با هم میان ایشه یارار مفید ایشه یاراماز یعنی نامفید به درد نخور هستش اؤنلم آلماک پیشگیری کردن از یک چیزی هستش یک دوشین مک بهش فکر کردن و اویگولامک اویگولامک یعنی استفاده کردن به کار بردن پس داره میه که ما با تفکرمون با فکر کردن بتونیم یک چیزی که مفیده انجام بدیم یا در مقابلش چه کار بکنیم پیشگیری بکنیم یا به یک چیزی فکر کنیم و اون رو به کار ببریم مثلا سولار کسیلده سو آلارک ای اکل اتمیشسین دارم میرم مثلا چه میدونم خونمون میدونم که ما معمولا خونمون آبها قطع میشه میرم تو همسرم میگه آبا قطع شد چه کار خوبی کردی چه فکر بکری کردی که آب خریدی سوال راک با خریدن آب ای اقلت میشین؟ فکر بکری کردی خوب کاری کردی من با این کارم در مقابل این کاری که قبلش داره توضیح میده بهتون چه کار کردم یک انلم پیشگیری کردم بریم های بعدی اصطلاح بعدیمون هست اکل ورمک خیلی راحته عقل دادن یعنی مشورت دادن قبلی چی بود مشورت گرفتن بود این مشورت دادن به کسی هستش بیر کیمسه دانشته دانشتی کنو دا یول گسترمک اکل ارتمک اکل ورمکتیر دانشمک بچه ها یعنی صحبت کردن خب اما وقتی یه نفر با یه نفری صحبت میکنه تو این حالت یعنی داره مشاوره میده یا مشاوره میگیره جاهایی هم که مثلا توی جاهای مثلا بزرگ توی آومه ها مثلا می نویسن دانشمان یعنی کسی که میشه باهاش مشورت کرد مشاور پس این رو توی صحبت معمولی استفاده نمی کنیم به عنوان مشاور یا جایی که مشورت میده استفاده می کنیم یول گسترمک را راه نشون دادن هستش اکل ارتمک عقلیات دادن یا مثلا مشاوره کردن معنی میده پس میگه وقتی که ما به یک نفری که دانشتی کنودا یول گستریوروز توی موضوعی که با ما مشاوره میکنه راه نشون میدیم یا بهش عقل یاد میدیم راه یاد میدیم میشه چی؟ مشاوره دادن با کلم نسل کزلر گنلیکله ایلیشکیلری یعنی معمولا هستش وقتی اینجوری داریم استفاده میکنیم به معنی روابط آشقانه هستش حاک به معنای موضوع بیربیرلرینه به همدیگه که دختر را معمولا در مورد روابط عاشقانشون به هم دیگه مشورت میدن آکلدا و یعنی تو ذهن موندن تو یاد موندن تو عقل موندن مثلا بیر این آکل دا یر اتمسینی کمی ازالکلری دولای سلیلا اونو طول ماماسه. آکل یر اتمسی یعنی جا کردن توی ذهن ازلیک یعنی خصوصیت دولایسیلا یعنی به خاطر به دلیل و اونو تو ماماک یعنی فراموش نشدن یعنی یک چیزی توی ذهن بمونه به خاطر خصوصیاتی که داره چه کار بکنه نتونیم فراموشش بکنیم به این چیز میگن اکل دا کلمک اونون ایلی هپ اکلم دا. کالد خوبی اون همیشه تو ذهنمه تو ذهنم موند این کالد رو داخل پرانتز گذاشتم چون بعضی وقتا میتونیم بیاریم میتونیم نیاریمش پس یا میگیم مثلا اونون کوکوسو هپ اقلمدا بوی اون همیشه تو ذهن یا اونون گزلی هپ اقلمدا کالد زیبایی اون همیشه توی ذهن من موند جا گرفت بریم اصطلاح های بعدی خب بچه ها اصطلاح بعدی هست آکلا کارای سچمک آک یعنی سفید و کارا یعنی سیاه سچمک یعنی انتخاب کردن یعنی اینکه فرق بین این و اون رو دونستن بدونی که این سفیده و اون سیاهه کی ما از این استفاده بکنیم بیر ایشی یا پارکن چوک زورلان یا پنجا یا دک پک چک سکنده چکمک ایچین کullanırız. ایش یعنی کار حالا میتونه شغل باشه یا کار معنی بده یا کمک انجام دادن زور لاماک یعنی سختی کشیدن یا پنجا یا دک تا موقعی که انجام بدی سکنتو یعنی سختی با فعل سکنتو چکمک یعنی سختی کشیدن استفاده میکنیم کنیم پس کی استفاده میکنیم؟ وقتی که می یه کاری رو انجام بدیم برای انجام دادن اون کار توی سختی هستیم داریم مثلا می سنجیم آیا اینو انجام بدیم یا اینو انجام بدیم از اصطلاح اقل کارای سچمک استفاده میکنیم مثلا بویشته ایشته باشارلو اولماک ایچین اقلا کارای سچملیسین برای اینکه توی این کار موفق باشی بتونی مثلا درست انجام بدی به سختی نخوری باید تفاوت بین سفید و سیاه رو بفهمی یعنی باید خیلی مطالعه داشته باشی بدونی چی به چی هستش اینطوری استفاده میکنیم یه اصطلاح دیگه اکلا سلماماک Sığmak yani panahgeften, cadaden, e, girkerden, tü cömle hay muhtellef, mani hay muhtellef imide. Akla sığmamak yani derzeh ne mi Gonca? İnanılmayacak ölçülerde olmak, aklın almayacağı kadar aşırı olmak, akla sığmamak demektir. گفتم این آن ماک یعنی باور کردن اعتقاد داشتن ایمان داشتن الچی یعنی اندازه اکلا آلمای جا یعنی اون, اون حجم و اون سطحی که مغز نمیتونه تصورش بکنه آاش اوک آشر یعنی فراوانی زیادی آاش اومک یعنی زیاد بودن پس یعنی چی و کی استفادهش بکنیم میگه وقتی به اندازه هست اون چیزی که مثلا میخوایم در موردش صحبت کنیم که خارج از باور هستش اصلا نمیشه باور کنی که این یه چیز انقدر مثلا بزرگ خوبه یا هر صفتی میتونه بهش چسبیده بشه. اکلن آمایجا کدار عاشره اولمک انقدر فراوان، انقدر زیاده که در ذهن ما نمی گنجه مثلا سواشتا اکلا سیماز دروملار یاشنا بیلیر سواش یعنی جنگ میگه توی جنگ میشه اتفاقها و موقعیتهایی میفته که اصلا در ذهن نمی گنجه. خب دوستان عزیزم به پایان درس امروزمون رسیدیم همونطور که دیدید یه سری اصطلاحات کاربردی و مفید براتون آماده کرده بودم پیشنهادم اینه با استفاده از این اصطلاحات جمله سازی کنید جملات همین پایین برای من کامنت کنید حتما براتون چک میکنم قبل از رفتن بفرمایید سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره کندین زیبا با کنفندن سیزدیر چوک سویارم حشکلن